الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلان عزيز بابا برنامه ديگر از سلسل برنامه آداب اسلامی در کنار شما هستیم ما در برنامه گذشته توانستیم به حول قوه الهي سخنان خود در رابطه با آداب غذا خوردن و آشامیدن را به پایان برسانیم و امروز باز به حول قوه الهی به سراغ به ادبی دیگر از آداب اسلامی می رویم ما هدف ما نیت ما این است که با این آداب آشنا شویم آنها را یاد بگیریم و در زندگی خود با آنها عمل کنیم با آنها عمل کنیم چون تنها دانستن کافی نیست تنها دانستن کافی نیست انسان مؤمن و مسلمان بایستی ارشادات اسلامی را یاد بگیرد و با آنها در زندگی خود جامعه عمل بپوشاند ادبی را که برای درس های این چند درس آینده خود انتخاب کرده ایم دو ادب هستن چون مقداری به دیگر نزدیکن در مورد هر دو صحبت خواهیم کرد ادب عدسه زدن و خمیازه کشیدن میبینیم دین مبین اسلام برادران خواهران عزیز دین عظیم است حتی در مورد مسائل بسیار بسیاری که ممکن است برخی ها آنها را مسائل بسیار مهم ندانند چگونه با تفصیل صحبت کرده است تمام جوانب از جوانب زندگی شخص مسلمان را دین مبین اسلام در بر میگیرد در مورد آن ارشادی دارد در مورد آن راهنمایی دارد حالا یا در آیات قرآن مجید و یا در سنت رسول الله صلی الله علیه و و احادیث ایشان من جمله مسئله عدس زدن و خمیازه کشیدن نخواست در رابطه با عدس زدن صحبت می کنیم عدس زدن که بازدمی است بسیار قوی و مگونه که متخصصین این علم یعنی پزشکان گفتهاند سرعت عدسه انسان چیزی در حدود 160 کیلومتر در ساعت هست و بسیار قوی است قدرت دارد حتی بگونه که اگر به صورت مناسب البته این که هم میگویم سخن پزشکان است اگر انسان به صورت نامناسب عدسه زند حتی ممکنه باعث شکسته شدن قفسه سینه او گردد این عطس باعث باعث می شود که هوا با این شدتی که ما ذکر کردیم 160 کیلومتر در ساعت از ری انسان خارج شود از طریق بینی و دهان و با خود میکروب هایی که در دستگاه تنفسی انسان هست و یا مواد نامناسبی که در دستگاه تنفسی انسان هست را به بیرون ببرد از جسم انسان و این خود نعمت است بسیار بزرگ نعمت است بسیار عظیم که الله سبحانه تعالی آن را در اختیار انسان قرار می دهد عدس زدن نعمتی است بسیار عظیم در حدیث آمده که هنگامی که الله سبحانه تعالی آدم را خلق کردن و در او روح دمیدن آدم علیه السلام عدس زد آدم علیه السلام زد و فرشتگان به او گفتند که بگو الحمدلله و آدم الحمدلله گفت پس اولین بازدمی که انسان داشته است به صورت عدس بوده به صورت عدس بوده است و همچنین اولین کلامی که انسان بر زبان جاری رانده است گفتن الحمدلله بوده است به جای آوردن حمد و سنای معبود برحق در رابطه با سنت عدس زدن ما مطالب زیادی داریم شخصی که عدس زد شخص عدس زننده چه باید بگوید؟ شخص عدس زننده چه باید بگوید؟ باید بگویم که در رابطه ما به ذکر سه سیغه از اورادی که شخص انگام زدن می تواند بگوید اشاره خواهیم کرد که همه اینها در احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده سیغه اول را می در حدیث آمده است در حدیث صحیح آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند اذا حطس احدكم فلیقل الحمد لله هنگامی که احدی از شما عدس زد بگوید الحمد لله چه بگوید؟ الحمد لله فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله شون قلت الحمد لله شخص أدس زنان هم نشينه او كسي كدر آن مجلس هاس بو بو يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم وشخص أدس زنان در جواب شخصی که بو گفته است یرحمک الله بگد یهدیکم الله و یصلح بالکم این یک سیغه است شخص عدس زننده میگد الحمدلله شخص بو میگاد یرحمک الله باز شخص عدس زننده بو میگد یهدیکم الله و یصلح بالکم این یک سیغه بود سیغه دیگر نیز در همین رابطه وجود دارد یعنی yani من هنگامی که عدس زدن میتوانم این را نیز بگویم غيره الحمد لله. در حديث دیگر این صيغه روایت شده در این حدیث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. وليقل له يرحمك الله وليقل هو يغفر الله لنا ولكم. و در روایت دیگر وليقل هو يغفر الله لي ولكم. إن صيغه دو ماست. شخص زد میگوید الحمد لله رب العالمين او جواب داده می شود يرحمك الله و باز او در جواب میگوید يغفر الله لنا ولكم یا میگوید يغفر الله لي ولكم هر دو صحیح است می تواند بگوید يغفر الله لنا ولكم ما بگوید يغفر الله لي ولكم بس این سیری دو و بوت اول می گفت الحمد لله در صيغه دوم شخص عز زننده می گوید الحمد لله رب العالمين صيغه سهمی نیز هست آن شخص عز زننده می گوید الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال عز می الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال و این نیز در حدیث آمده از رسول الله صلى الله عليه وسلم ایشان می فرمایند اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له من حوله من حوله يرحمك الله وليقل هو لمن حوله يهديكم الله ويصلح بالكم سيغي شخص من الحمد لله على كل حال بعد جواب دادي مش يرحمك الله بعض بشخص كبو يرحمك الله من يهديكم الله ويصلح. بالکم پس سه سیغه ما یاد گرفتیم سه سیغه ما یاد گرفتیم بار دیگر تکرار میکنیم تا بینندگان عزیز حفظ کنند این سه سیغه را در سیقه اول شخص عدس زننده میگوید الحمدلله به او جواب داده میشود یرحمک الله باز او جواب میدهد یهدیکم الله و یصلح بالکم این سیغه اول بود در سیقه دوم شخص عدس زننده میگوید الحمد لله رب العالمين به او گفته می يرحمك الله بعض او به شخصی که يرحمك الله می يغفر الله لنا ولكم لكم يعني یا يغفر الله لي ولكم لكم این وسيغيه دوم و سوم شخص أدس زننده الحمد لله على كل حال به او گفته می شود يرحمك الله او پاسخ دهد یهدیکم الله و یصلح بالکم سه سیغه بود که یاد گرفتیم اکنون ما سه حدیث از پیانبر صلی الله علیه وسلم ذکر کردیم از این احادیث ما چه مطالبی استنباط میکنیم مطلب اول این است که الحمدلله گفتن پس از عدس زدن واجب هست چون در همه اینها ما شنیدیم که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند اذا عطس احدكم فليقل بگوید این امر است از رسول الله صلی الله علیه و سلم و امر همان گونه که علما میگویند امر دلالت بر وجوب دارد مگر اینکه نص دیگری بیاید و ثابت کند که در اینجا مراد وجوب نیست بلکه مراد سنت بودن هست و در رابطه با عطس زدن ما همچین نصی نداریم که دلالت داشته باشد بر اینکه اینجا فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم فلیقل به سنت هست پس این مسئله یعنی گفتن الحمدلله یا الحمدلله رب ال... الحمدلله رب العالمین یا الحمدلله علی کل حال پس از ادس زدن واجب هست گرچه که هستند علمای بزرگواری که معتقد به سنت بودن این ذکر و این دعا بعد از ادس زدن هستند ما میان برنامه ای را خواهیم دید سپس برمیگردیم و سخنان خودمون در رابطه با آداب عطس زن رو ادامه میدیم چرا پس از عطس زدن الحمدلله میگوییم در هنگام عطس زدن زربان قلب متوقف میشود عطسه ها با سرعت 161 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند و اگر با شدت عطسه نماییم امکان شکستن دنده های پهلو وجود دارد و در صورتی که شما عدسه را برگردانید سبب بازگشت خون و یا سر شده و به مرگ ناگهانی منجر می شود و اگر هنگام عدسه چشم باز باشد احتمال دارد چشم از هدقه بیرون بپرد هنگام عدسه تمام دستگاه های جسم از حرکت متوقف می شوند دستگاه تنفسی و گوارشی و ادراری و همچنین قلب متوقف می شوند و چشم هم خود به خود بسته می شود و این به معنای مرگ بدن در هنگام عدسه است در حالی که مدت زمان عدسه یک ثانیه و یا جزئی از یک ثانیه بیشتر نیست و پس از عدسه گویی بار دیگر به امر خدا بدن زنده شده و دستگاه های متعدد شروع به کار می کنند و مانند این که چیزی رخ نداده است بدین خاطر الحمدلله گفتن شکریست بر نجات یافتن و زنده شدن مجدد و کفا و سلام المصطفى بینندگان عزیز سخنان ما در رابطه با ادب عدس زدن هست ما قبل از میان برنامه با سه سیغه از سیغه هایی که شخص هنگامی که عدس زد میتواند آنها را بگوید آشنا شدیم و در پایان سخن خودمان قبل از میان برنامه رسیدیم به استنباط مطالبی از احادیثی که ما ذکر کردیم در این رابطه اولین مطلب این بود که فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد شخصی که عطسه میزند فرمودن فلیقل پس بگوید امر هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتیم که امر دلالت بر وجوب دارد بر واجب بودن دارد مگر اینکه نسی دیگر بیاید و به ما ثابت کند که در اینجا امر دلالت بر سنت بودن دارد که در رابطه با این مسئله یعنی عطس زدن همچین نسی نیست، البته گفتیم که برخی از علمای بزرگوار و دانشمند معتقد به سنت بودن این مسئله دارن معتقد به این سنت بودن مسئله هستند. اما قول آن دسته از اهل علم که این مسئله را واجب میدانند را ما ارجح میدانیم که این مسئله هنگامی که شخص زد بر او واجب است که الحمد لله يا الحمد لله رب الع... الحمد لله رب العالمين يا الحمد لله على كل حال بيقول ان يك مساله بود مساله دوم. دو بس از ادسه زدن شخص ميتواند الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا بيقول الحمد لله على كل حال كتمام انهم بيقولوا ان زياده گرفتيم در الأحاديث الصحيحة از رسول الله صلى الله عليه واله وسلم روایت شده و مطلبی که ما در گذشته نیز با آن اشاره کردیم و اکنون بار دیگر به آن اشاره خواهیم کرد به خاطر اهمیت آن این است که بینندگان عزیز بینندگان عزیز به این مسئله همیشه توجه داشته باشیم اورادی از کاری عباداتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه های مختلف روایت شده است بر من پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که من نیز آنها را به صورت گوناگون و مختلف انجام بدهم همان گونه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده مادامی که تمامی آنها در احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده اند تا هیچ یک تا هیچ یک از فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت های ایشان به باد فراموشی سپرده نشود مانند اینجا یک بار شخص اگر عطی زد بگد الحمدلله روزی دیگر باری دیگر هفته دیگر اگر عطی زد بگد الحمدلله رب العالمین هفته دیگر باز اگر عطی زد بگوید الحمدلله علی کل حال هر بار یکی از این سنت ها را یکی از این اذکار را یکی از این اوراد را به جای بیاورد تا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به باد فراموشی سپرده نشود گفتیم نه تنها در مورد این مسئله بلکه در تمام سایر اذکار سایر اوراد سایر عبادات مادامی که گونه های مختلفی از رسول الله صلی الله علیه سلم روایت شده است بر ماست که به همه آنها در اوقات مختلف جامعه عمل بپوشانیم مانند سنت سلام دادن در انتهای نماز اکنون چیزی که متداول است در بین بیشتر مسلمان ها هنگامی که نماز تمام شد یک بار سمت راست میگیم السلام علیکم و رحمت الله بار دیگر سمت جب میگیم السلام علیکم و رحمت الله در حالی که گونه های صحیحی که از رسول الله صلی الله علیه در این رابطه به ثبت رسیده است چهار نوع هستند یا چهار گونه هستند چرا ما به سه گونه دیگر جامعه عمل نپوشانیم آنها نیز از رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و آنها نیز در احادیث صحیح روایت شدند چرا ما به نوع دوم که در آن رسول الله صلی الله علیه و سلم سمت راست میگفتند السلام عليكم ورحمه الله وسلمت چپ فقط میگفتن السلام عليكم جامعه عمل نپوشانیم چرا به نوع سوم که در آه رسول الله صلی الله علیه و سلم به سمت راست خود سلام مي مي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و در سمت چپ میگفتن السلام عليكم ورحمه الله جامعه عمل نپوشانیم و چرا به نوع چهارم که الله صلی الله علیه و سلم در روبروی خود میگفتن السلام عليكم سپس مقدار صورت خود را به سمت راست میچرخاندن جامع عمل نپوشانیم تمام اینها از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است و یا چرا اقامه نماز در دو نوع صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است میبینید که برخی از مذاهب یک نوع آن را گرفتن و مذاهب دیگر نوع دیگر را در مذهب شافعی تنها یک نوع اقامه می شود نماز و در مذهب برادران احناف تنها یک نوع بان متمسک هستند نه هر دو صحیح هستند و هر دو از رسول الله صلی الله علیه و هر دو از الگوی ما و اسوه ما رسول الله صلی الله علیه و روایت شدند چرا برادر حنفی بان گونه که برادر شافعی اقامه نماز می کند و صحیح است جامعه عمل نمی پوشند. و چرا برادر شافعی با آن گونه که برادر حنفی اقامه نماز میکند و آن نیز صحیح است جامعه امر نمیپوشاند بیایید همه همه پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شویم و پیرو تعالیم ایشان باشیم مادامی که این ارشاد و این حدیث صحیح است در احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است اما اگر حدیث صحیح نیست این مسئله جداگانه است این مسئله دیگری است اما مادامی که حدیث صحیح است بیایید به تمامی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم جامع عمل بپوشانیم ارشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت های ایشان را زنده نگاه داریم اگر ما به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نکنیم برادر عزیز خواهر گرامی چه کسی به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل خواهد کرد اگر ما پرچم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را بر افراشته نگه نداریم چه کسی این کار را خواهد کرد هیچ کس ما خود را سنی میدانیم سنی یعنی چی سنی یعنی اسم و نام فقط اگر من به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نکنم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را زنده نگه دارم نام من سنی باشد چه فایده برای من خواهد داشت نمی من خود را سنی به نامم سنی حقیقی اسم من فقط سنی است اما پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستم بیایید بیایید با خود عهد کنیم که به تمامی سنت رسول الله صلی الله علیه و تا آنجایی که علم به ما اجازه میدهد و علم داریم آگاهی داریم دانش داریم به تمامی سنت های صحیح رسول الله صلی الله علیه و جامع عمل بپوشانیم اینه که دیگر از فوائدی است که ما از این احادیث استنباط کرده ایم از دیگر فواید این احادیث که الان ذکر شد ما بایستی بدانیم که در این ذکر یعنی ذکری که پس از عدس زدن هست وردی که پس از عدس زدن هست و همچنین سایر اوراد و سایر اذکار بدانیم که ذکر و ورد عبادت هست و عبادات توقیفی هستند توقیفی هستند یعنی الله سبحانه و تعالی انها را بیان میدارد حالا یا از طریق قرآن و یا از طریق پیامبر خیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و من بنده هرگز حق هیچ گونه کم کردن این ورد زیاد کردن این ورد و یا تغییر دادن این ورد را ندارم بایستی همان گونه که از رسول که در قرآن روایت شده، در قرآن آمده است و یا از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این احادیث روایت شده همان گونه آنها را بگویم و انجام دهم نه چیزی به آن بیافزایم نه چیزی از آن کم کنم و نه چیزی از آن را تغییر دهم دوستان اشاره میکنند که وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده است اما سخنان دیگر در رابطه با آداب عطز زدن و خمیازه کشیدن داریم که انشاءالله آنها را در برنامه آینده ذکر خواهیم کرد و آخر دعوانا سبحان ربی رب بالعزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته oh